به نام یگانه بی همتا و سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، خوشحال هستیم که در شب دیگر با سلسله لایو کشور خورشید آشنایی با افغانستان در خدمت شما هستیم، در انتظار که شما دوستان ارجمند با آغاز این جلسه با موضوع هزارجات 16 برنامه کشور خورشید است و امروز هم 18 آذر 1400 هجری خورشیدی در جمع شما هستیم و امشب انشالله بحث خوب و قابل تأملی خواهد بود با موضوع ولایات هزارنشین و گفتنی های بسیاری که داره و در کنار شما خواهیم بود. خوش آمدید میگم خدمت شما دوستای عزیز. برای آغاز جلسه بخشی از شعر دنبورنامه استاد سید ابوطالب مظفری را تقدیم حضور شما خواهم کرد و بعد از او هم در خدمت استاد کاظمی خواهیم بود. بیا دنبوره بی تو هم دم برید، بیا دنبوره بی تو هم دم برید، هجوم خزان شاخ و برگم برید. ز آتش تب ارغوانی بیار، کهن نغمه بامیانی بیار، که تا سردهم قصه نام و ننگ، بسوزم رگ و ریشه خار و سنگ. بیا دنبوره قصه ساز کن، سر عقده های کهن باز کن، بخوان مقطعی از بهار و خزان با اسطوره کوه چل دختران. بیا پخته کن این گل خام را، بزن پنجه های دلارام را، چو شب کرد آهنگ نابودیت، برآور ز دل لحن داوودیت. بیا امشب آهنگ دیگر بزن، کمی هم به آیین صفدر بزن، بزن تا دو دست ریا رو شود، که ایمان من آهنین خو شود. من امشب ز رنگ و ریا خستم، ز تسبیح و تیغ و طلا خستم، من این زهر از جام دین خوردم، ز فتوا فروشان کمین خوردم، من این زهر از جام دین خوردم، ز فتوا فروشان کمین خوردم. بیا دنبوره سینه تنگ آمده، شب این بار با هفت رنگ آمده، صدای تو یعنی زمین تنگ نیست، مدام آسمان تاق یک رنگ نیست، تو یعنی که نور صدا زنده است، خدا زنده است و صدا زنده است. خب بخشای از شعر بسیار زیبای دنبورنامه استاد سید ابوطالب مظفری را خدمت شما تقدیم کردیم. انشالله که لذت برده باشین. شعر گفتنی های زیادی داره، در خدمت استاد کاظمی هستیم و نکاتی که درباره این شعر تقدیم حضور شما خواهد شد و گفتنی های دیگر. امشب یک مهمان عزیز هم داریم انشالله، جناب عارف جعفری، که در خدمت شما باز خواهیم بود در فاصله برنامه. بله، خیلی تشکر از زینب جان و ما مستقر بشم و برنامه رو دنبال بکنیم. ممنون به خاطر شعر زیبای دنبور نامه جناب ابوطالب مظفری. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه دوستان. 16 برنامه کشور خورشید هست. ما در برنامه 15 هم به هزارجات پرداختیم و این برنامه هم در هزارجات میمانیم و انشاءالله برنامه بعدی ما هم باز در هزارجات خواهد بود، در قلب افغانستان. و گفتنی های بسیاری این منطقه داره، این مردم داره و این فرهنگ و آداب و رسوم این منطقه داره که ما به اینها خواهیم پرداخت.
تشکر عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزانی که به ما پیوستن و این را عرض بکنم که ما مهمانی خواهیم داشت، مهمان عزیز از هنرمندان ارجمند ما جناب عارف جعفری که هر موقعی که جناب آقای جعفری وصل شدن به ما پیامی بدن ما کوتاه بکنم و اونا را دعوت بکنیم برای برنامه. دوستمان گفتن دنبوره یعنی چه؟ ما درباره موسیقی هزارجات و دنبوره مختصر صحبتی میکنم، زیاد گپ به کارشناسی نمیزنم به خاطر اینکه آقای جعفری رو دعوت میکنیم، باید گپای کارشناسی تر رو از ایشان خواهیم شنید. عرض کنم خدمت دوستان موسیقی هزارجات یکی از شاخه های موسیقی بسیار غنی سنتی و اصیل افغانستان هست و این موسیقی معمولاً با سازی اجرا میشه به نام دنبوره که این ساز دنبوره که انشاءالله های جعفری اگه بیاین شاید خود دنبوره را همونجا در دستان هنرمند ایشان ببینیم، سازی هست زهی بسیار شباهت داره به دوتار، 100% دوتار نیست ولی شباهت بسیاری داره با دوتار. حالا ما در مورد خصوصیات این ساز میگذارم که خدای جعفری صحبت بکنن. و در افغانستان معمولاً آوازخوانان هزاره همراه با دنبوره نوازی میخوانن، یعنی معمولاً نوازنده و خواننده یک نفر هست، معمولش این هست و او دنبوره می نوازه و میخوانه، شبیه آنچه که در مورد دوتار نوازی های شرق ایران میبینیم در تربت جام و امثال اینها. و شعر بسیار زیبایی داره آقای ابوطالب مظفری شاعر گران قدر ما به نام دنبوره نامه که زینب جان بخشای از او رو خواند. من فقط اشاره هایی بکنم به بعضی اسامی که در این شعر آمده بود و بعضی از هنرمندان موسیقی هزارجات و قوم هزاره. از جمله اینا یک هنرمند هست و بود در واقع که چند وقت پیش فوت کرد به نام آب میرزا که با عنوان هنری دلارام هم شناخته می شد. دلارام و آب میرزا در واقع یک نفر هستند و این آوازخانی بود از مناطق مالستان و اصلا یک سبک موسیقی به نام موسیقی مالستانی را بیشتر نسبت می دن به آب میرزا یا دلارام. و بعد این دلارام آوازهای او بعداً به وسیله بعضی از هنرمندان دیگر بازخوانی هم شد، از جمله هنرمند محبوب و معروف هزاره به نام صفدر توکلی که او هم باز دنبوره می نواخت و هم موسیقی اجرا می کرد و خواننده بود. و صفدر توکلی هم تقریباً 10 سال پیش فوت کرد، از آوازخوانان بسیار معروف هزارجات بود، او هم همین سبک موسیقی مالستانی را دنبال می کرد. و علاوه بر او خب ما هنرمندان دیگری هم داشتیم مثل سرور سرخوش برادر بزرگ داوود سرخوش و خود داوود سرخوش هنرمند معروفی که قطعه سرزمین من را اگر دوستان شنیده باشند که حتما شنیدن سرزمین من خسته خسته بینوایی یا او آهنگ دیگر ماندن از راه دور آمدی چه ناسبور آمدی مانده نباشی خسته نباشی و بسیار آهنگای دیگر از داوود سرخوش که اینا دو برادر بودن، یعنی دو برادر داوود سرخوش و سرور سرخوش که البته سرور سرخوش به اثر یک حادثه به قتل رسید، ترور شد، حالا دلایل سیاسی داشته یا تعصبات رایج در افغانستان بوده این رو بنده اطلاع دقیقی ندارم، ولی داوود سرخوش هست و کار موسیقی رو بسیار با جدیت دنبال کرده و از افراد مطرح و برجسته است. در بین هنرمندان دیگر هزاره البته کسانی هم بودن که موسیقی محلی نمی نواختن و در بین هنرمندان پاپ افغانستان تقریبا مطرح بودن، مثلا ظاهر اویدا از هنرمندانی است که از لحاظ قومیت قوم هزاره برمیگرده. دوستان فرمودن که صفدر توکلی زنده است، صفدر علی مالستانی فوت کرده است. بله تشکر از دوستا به خاطر این تذکرشان ده. و اخیرا هم فکر میکنم بله درست صفدر توکلی اخیرا یک لقبی هم با عنوان سلطان دنبوره دریافت کرد در همین اواخر، بله الان یادم آمد، که خب طبیعتا یکی از پیشکسوتان موسیقی این منطقه بود.
و بعضی از هنرمندان دیگر و از جمله خوب هنرمند بسیار فعال و پرکار که هم شاعر هست و هم آوازخوان هست و هم آهنگساز هست، آقای عارف جعفری، که هر لحظه که آقای جعفری تشریف بیارن قرار هست که مهمان ویژه ما باشن در این برنامه. ایشون رو دعوت میکنیم و میان بالا و از صحبت ایشان و آوازخوانی ایشان اگر اینجا افتخار بدن استفاده خواهیم کرد. ما منتظر جناب آقای عارف جعفری هستیم. اگه تشریف دارن یک پیام بدن یا اینکه درخواست اشتراک در لایو بدن که ما ایشون رو دعوت بکنیم. هفته قبل هم مهمانی که داشتیم یک مقداری به آخر برنامه خورد و در تنگنای وقت میخوایم که زودتر این اتفاق بیفته. بعد از صحبت با آقای جعفری که الان هم درخواست دادن، بعد از صحبت جناب جعفری باز ما بیشتر درباره آثار تاریخی بامیان این دفعه صحبت خواهیم کرد و درباره جاذبه های طبیعی بامیان، نه کل منطقه هزارجات، درباره آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی هزارجات باز ما یک نیم ساعتی گپ خواهم زد. فعلا دعوت میکنیم از جناب عارف جعفری عزیز. بعضی دوستان سوالاتی در مورد موسیقی دارن، بعضی از اهالی موسیقی را اسم بردن و گفتن که اینا هم ذکر میشدن. من این رو بهتر میدونم که با حضور جناب جعفری در این مورد صحبت کنیم، چون اونا کارشناس هستن در مورد موسیقی. مثل من نمیشه که اشتباهی یک دفعه بگم صفدر توکلی فوت کرد، کسی که خب همین چند وقت پیش هم لقب هنری مهم میگرفت. دعوت میکنیم از جعفری عزیز. سلام میکنم خدمت شما. سلام استاد کاظمی، خوب هستین انشالله؟ بسیار تشکر. سلام بر شما و سرکار خانم بیات، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تشکر از اینکه امشب در این لایو ما را دعوت کردید که در خدمت شما و دوستای عزیز باشم. بسیار خوب، مایه افتخار برای ما، مایه خرسندی که شما تشریف دارین و ما از شما درباره موسیقی هزارجات صحبت بکنیم. صحبت که شما صحبت طبیعتاً صحبت شما کارشناسی است و طبیعتاً میخوایم که از هنر موسیقی شما هم بهره ببریم. سلامت باشید. در مورد سبک موسیقی هزارگی، پیشینه او و خصوصیات ویژه که موسیقی هزارگی داره اگر برای ما توضیحاتی بدین و بعد از اون باز هر طور که شما صلاح دانستین پیش خواهیم برد برنامه. خواهش میکنم استاد. عرض کنم که موسیقی هزارگی اون چیزی که بعد اخیراً متوجه شدم، این چیزی که الان در افغانستان رایج است سابقه شاید به 100 سال 150 سال داشته باشه، ولی پیش از این قبل از اون جریان قتل عام هایی که حالا خود شما در جریان هستید، موسیقی هزارگی به نحو دیگر بوده، به شکل دیگر بوده، نوازندگانی داشته، خنیاگرانی داشته که همه اونها آواره میشن، هم در اون دوره و هم در دوره صفویه اینا قتل عام میشن، آواره میشن، میرن به سمت هند و کشورهای همسایه پناه میبرن. شما نمیدونم چقدر در جریان هستید، در نواحی مرزی ایران چند مقام موسیقیایی رایجه، دمو تربت جام و خاف و چند نقطه دیگه که حالا نامایش یادم نمیاد، موسیقی مقام هزارگی، جمشیدی و سرحدی که بین هنرمندان این طرف مرز رایجه که با دوتار میخوانن. و من تصورم این است که اینها از همون دوره که عرض کردم اینا در این طرف آمدن، همون سبک موسیقی که در وقت رواج داشته حفظ کردن، بخش های را البته، خب نسل به نسل ممکنه بخش های از این از بین رفته باشه، ولی بخش از اون را حفظ کردن. سبک هزارگی، جمشیدی، حالا جمشیدی هم به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران مردم های هزاره هستن که حنفی مذهبن و خیلی هم به همین ملودی هزارگی که بین هنرمندان این طرف مرز رواج است شباهت دارم. و اگر یک کمی نمیدونم سراج تواریخ را حتما مطالعه فرمودین استاد، مردم هزاره در نواحی مرزی ایران
دوره ساکن بودن و که همین اتفاقات تلخ افتاده و اینها آواره کوها و دشتا و پراکنده شدن در سر تا سر افغانستان و بسیاری از ملودی هایی که الان در هرات و غور و بادغیس رواج داره، من فکر میکنم پیشه هزارگی داره، با توجه به این که پیشینه همون موسیقی هزارگی رو ما در این طرف مرز میبینیم و به لحاظ ملودی که اینا خیلی نزدیک به همن، من تصور من است که اینها مال همون دوره است و الان در این طرف هنوز زنده مانده. و از طرف دیگه من یک دوره یک دوست تاجیکستانی داشتم که در حوزه علمیه امیرالمومنین شهرره درس میخواند، نامش عادل بود، عادل، بله عادل. عادل ادعا میکرد که ما هزاره هستیم، از مردم هزاره هستیم و چیزی حدود شاید 100 سال پیش پدر کلانای ما مهاجرت کردن در تاجیکستان و اونا اصلا شغلشان صنعت بوده. صنعت که میدونید تاجیکستانیا به اهالی موسیقی میگن صنعتگر، صنعت میکردن و گفتم چی می نواختن؟ من گفتم نمیفهم، قیچک می نواختن، سازایی که من اصلا نشنیده بودم، کمتر به گوشم خورده بود، گفت اینا رو می نواختن. و این به این نتیجه رو میشه گرفت که پیش از این موسیقی مردم هزاره به شکل دیگه بوده و دنبوره اخیراً وارد موسیقی مردم هزاره شده، چون هم به لحاظ این که وسعت چندانی نداره دنبوره و حالت بسیار بدوی داره هنوز، خب سازهای دیگه هم به نحوی از روی ساز بس دنبوره یا چیزی شبیه دنبوره گرفته شده و روز به روز تکامل پیدا کرده، پرده بندی شده، تارهای به او اضافه شده که تلین بهتر داشته باشه، سیمهای به او اضافه شده که یک اون ملودی هایی که نواخته میشه شنیدنی تر شود و این در مسافت های دورتر هم بشه که اون ملودی ها رو بشنویم، ولی دنبوره به اون حالت ابتدایی هنوز مانده و چند شاید 100-150 سال است که دست به دست میشه، ممکن حالا 50 سال این طرف طرف باشه ولی به تصور من قدمت چندانی نداره. دوست. و موسیقی از طرف دیگر موسیقی هزارگی خب به مردمانی که در میان هموطنهای پشتو زبان زندگی میکنن ملودی هایشان مقدار مخلوط است با ملودی های پشتو، یعنی به لحاظ ریشه ای اگر نوت ها رو حساب کنیم از یک نوت های مشترک این دو قوم با هم استفاده میکنن، مثل نواحی غزنی، جاغوری و نواحی اورزگان، جاهایی که پشتو زبان ها زیاد ساکن هستن، اینا از اون نوت های مشترک استفاده میکنن، اونتا این نحوه استفاده از این نوت ها و مود ها به یک شکلی است که کاملا شما متوجه میشین که این شکل استفاده این هزارگی است و این شکل دیگه پشتو است، مال مردم پشتو زبان است. و از این طرف خب مردمان هزاره که بین فارسی زبان ها ساکن هستن اینها ملودیشون خیلی مشابه است با همون مردمی که با اونها چیز دارن، نشست و برخاست دارن، داد و ستد فرهنگی دارن، رفت آمد دارن، مشابه است. به خاطر همین داد و ستد های فرهنگی است دیگه، با هم یک چیزی به اونها میده، یک چیز اونها به اینا میده، این باعث میشه که سبکای جدید موسیقیایی به وجود بیاید. ولی خب ریشه موسیقی هزارگی در یک جایی از بین رفته، موسیقی که قبل از دوره عبدالرحمن خان رایج بوده متاسفانه چیز زیادی ما در دسترس نداریم، آنچه که هست مال دوره بعد از دوره عبدالرحمن خان. نکته جالبی بود برای من، چون من تصور میکردم که دنبوره ساز قدیم هزارجات بوده باشه، چون همونطور که گفتین ساز نسبتاً ابتدایی به نظر میاد. الان مثلا همین چیزی که شما فرمودین در مورد تکامل کردن این سازها، الان ما در هرات دوتار داریم، ولی دوتار هرات دوتار نداره، خود شما بهتر اطلاع دارید، فکر میکنم 6 تا سار داره، یعنی این چیزی هست. و بعضی از دوستای هنرمندای منطقه هزارجات اتفاقا نظر اینه که ما هم باید ساز خودمون رو یک مقداری متکاملتر بسازیم و از نواها و وسایل موسیقی بیشتر استفاده کنیم، چون که شما هم میکنید.
یعنی اتفاقا شما کاری کردید، شما کردید، آقای داوود سرخوش کرده، دیگران کردن، اینه که این موسیقی الزاماً در شکل دامبوره نوازی حفظ نکردید، بلکه آمدین این نواها رو یک مقدار گسترش دادین با همون بنمایه ای که از موسیقی هزارگی است. و این کاریه که شما کردین به نوعی یک خدمته، یک قدم به جلوه. خب جناب جعفری، ما در ضمن یک چیزی رو من شما رو مخیر میسازم در این که برای ما اجرا هم داشته باشین یعنی. چون ما واقعیت اینه که اهالی موسیقی میدارم که همیشه نمیشه تقاضا داشت که اجرا داشته باشن در هر برنامه، چون ممکنه برنامه اصلا طرف مقام اجرا یک کنسرت یا برنامه نباشه، مثل شاید ما همین مثلا دارن دیگه. من خب یه جایی هست که موقعیت شعر خوانی نیست، بطرم میگه آقا تو یک شعرم بخوان. خوب شعر خواندن با موقعیتی میخواد. به این خاطر من این شما رو مخیر میسازم که ما رو به نوای موسیقی و دنبوره هم مهمان میکنین، یا ای که باز هر رقم دیگه شما. ما که خوشحال میشیم که برنامه ما یک نوای شما رو داشته باشه. سلامت باشی استاد. من فقط یک چیزی در مورد دنبوره بگم. ما در مورد دنبوره من صحبت شما قطع کردم در واقع. خواهش میکنم. دنبوره فقط مخصوص مردم هزاره نیست، در کل آسیای میانه این ساز استفاده میشه و حتی تا مرزهای مغولستان هم این ساز هست. اونا در تاجیکستان میگن دومره، در کل کشورهای آسیای میانه میگن دومره. شکل ظاهریش همی است، فقط در بعضی جاهای پرده بندی شده، در بعضی جاها نشده. در نواحی مرزی چین و افغانستان این ساز هست، مردم استفاده میکنن. و غیر از این مردم فارسی زبان غیر هزاره در دنبوره نوازی نوازنده های خیلی معتبر و توانمندی داره. سبک نواختنشان هم فرق داره، اونها با مزراب از مزراب استفاده میکنن یا زخمه، ولی مردم هزاره فقط از پنجه دست استفاده میکنن و از تارهای پایین بیشتر استفاده میکنن. که البته اخیراً داود سرخوش حرکت های جدیدی انجام داده روی دنبوره که از تارهای بالایی هم زیاد استفاده میکنه. خب به نحوی شباهت داره به سبک نواختن دنبوره در آسیای میانه و شمال افغانستان که بعضی از موتهای موسیقی مثل راگ بیروی، بیرو، اینها در دسترس نیست مگر اینکه شما از پرده های بالا استفاده بکنید، اونا هم به خدمت بگیرید. منظورم پرده بالا تار بالا است که دو تا تار داره دنبوره. تار خب در مورد دنبوره که صحبت می‌کنیم، شکل ظاهریش دوستایی که پرسان می‌کردن مخصوصا دوستان ایرانی، یعنی بیشتر دنبوره با یکی از تارا نواخته میشه، بیشتر از تار پایینی استفاده میشه در بین مردم هزاره. بیشتر گاهی فقط یک اشاره کوتاه به تار بالایی میکنن که سرور سرخوش خوب به خاطر که یک مقدار همنشینی داشت با نوازنده های سبت شمال، این رویش نواختن رو یاد گرفت که تار دوم را که بالایی هست اونم به خدمت بگیرد، جاهای استفاده میکرد. ولی اخیرا داود سرخوش این استفاده از تار بالایی رو بیشتر کرده، یعنی تا پایین های دسته دنبوره هم از تار بالایی استفاده میکنه گاهی، و این یک مقدار نواوری داشته در نواختن دنبوره. و فکر میکنم که الان آقای سرخوش یکی از نوابق دنبوره نوازی سبک هزارگی است و همچنین که به سبکای دیگه در افغانستان رواج هست هم تسلط داره. بسیار خوب. خب در باره دنبوره میخواستیم بیشتر معرفی بکنین و یکان نغمه هم برای ما. بله خواهش. ببینن دوستا شکلی ما. بسیار عالی. رقم بیشنم که رو در رو باشی. بله بله. Thank you.
خوب شود چی عطری تازه میاد تشکر جناب جعفری بزرگوار و دوستان بسیار تشویق میکردن در اینجا شما دیگه پیامار طبیعتا مشغول موسیقی بودین من میدیدم پیاماره خب جناب جعفری یک مقدار از فعالیت خودتان هم برای ما بگین چون شما علاوه بر اینکه در سبک محلی هزارجات که الان با دنبوره نواختین با موسیقی پاپ به اصطلاح کار کردین چندین کنسرت های مختلف داشتین آلبوم های مختلف داشتین و از فعالیت های خودتان هم بهتره که دوستان مطلع بشن این رو هم عرض بکنم که جناب آقای جعفری صفحه اینستاگرامشون رو هم دوستان میتونن دنبال بکنن و نشانیش در همون پست هایی که ما گذاشتم و در استوری هایی که ما گذاشتم هست و اونجا میتونن از آثار ایشون هم استفاده بکنن ایشون سالها فعالیت هنری داشتن قطعات تصویری و کنسرت ها و آلبوم های صوتی متعدد ارائه کردن سلامت باشی استاد در مورد فعالیت های در حوزه موسیقی خب آخرین آلبومی که من کار کردم تا آن سوی سمرقند بود که ترانه های از او را از آقای سعید بیابانکی سرود آقای تابش بود و ترانه سرای جوانتر محمد جعفری و خب یک ترانه از من بود و یکی هم از برادر کریم جعفری خب دغدغه از این آلبوم خب بیشتر همین مسئله زبان فارسی بود که به تهیه کنندگی آقای مرتضی دلیری خودش از پیشکسوت های موسیقی است در ایران این آلبوم منتشر شد و بین دوستان ایرانی خب خواهان زیادی داشت ولی خب در بین وطنها چندان پخش نشدم به لحاظ اینکه پخش کننده چندان همکاری نکرد و همین که خب ما سعی کرده بودیم تلاش کرده بودیم از مودهای موسیقیایی استفاده بکنیم که بین مردم ایران و افغانستان مشترک هستند مثل مثلا گام مود فریجیان که در افغانستان به اون گام بیروی در ایران هم بسیار پرکاربرده در ایران هم شور میشه شور نمیشه شور چون درجه دویمش کرون است ولی خب نزدیک به شور هست
شور درجه دومش کرون میشه، رو به پرده استفاده میشه، به اون نمیشه گفت شور، ولی میشه خب بگیم خانواده یا نزدیک به شور. ولی بیروی به هر حال دستگاه معروف در افغانستان دیگه. بله بله، بیروی خب دستگاه معروفی است و خیلی هم پرکاربرده، مخصوصا در صفحات شمال مردم از او خیلی استفاده میکنن و اساتید بزرگی چون استاد سراهنگ هم در راگ بیروی هم کارهای زیادی خوانده. بیشتر کارش معروف ترینش کدام بود؟ خدای شعر معروفی هم داشت، ما کم حافظه ایم استاد کمی، به خاطر همین شعر بابا طاهر خوانده میشه، هر شعر چهار سه تا دو بیتی خوانده، یکش هزارگی بود، دو تای دیگه دری بود. بله گفتین این قصر را کردیم. بله چی بود؟ ای مسلمانان بد فریادم رسید، امبرین موی مرا دیوانه کرد، دیوانه کرد. این راگ بیرویه و چند تای دیگه امیر چون یاد دیواد محمد اینه اشاره کردم. معمولا باید یک لیست پیشم باشه که از بین بگم یه است یه است یه است، ولی وقتی نباشه حافظه چندان یادی نمیکنه. و راگ های دیگه که خیلی بین مردم افغانستان و ایران رواج هست، راگ بیرو هست که در ایران به اون میگن چارگاه، راگ پیلو هست که در ایران به اون میگن اصفهان، راگ پاری هست که در ایران خیلی نزدیک به ماهور هست در ایران، و البته خب این معادل ایرانیش هست، تفاوت های هم هست. مثلا راگ پیلو در بالا رونده همون اصفهانی است که در ایران استفاده میشه، ولی در پایین رونده باز نیم پرده های استفاده میشه که کروماتیک است و خب بعض وقتا سلیقه است، ممکنه خواننده از او استفاده بکنه، ممکنه استفاده نکنه. مثلا همین قطعه معروف استاد سراهنگ رحم کن بر دل من که مسکین است، بعضی خواننده ها همون رو بازخوانی کردن از جمله شریف غزل، موقع پایین آمدن یک نیم پرده هایی رو اضافه کرده که اون سلیقه است، چطوری بگم، برای آرایش کار است. گل مثلا به اون کار استاد سراهنگ یک گلی هم زده مثلا تقدیمش شنونده کرده. این است اون استفاده از نیم پرده ها بین مردم افغانستان رایجه، ولی در ایران وقتی میگن اصفهان همون نوت هایی هست که باید بره و برگرده، تثبیت شده است و چیزی نه کم داره نه زیاد. و نوت های موسیقی های دیگه و تال های تال، ما در افغانستان تال داریم و تات. آقای جعفری من داخل می‌خواستیم بشنویم افکار شما، فعالیت های خود شما فراموش نشه، چون از اون صحبت که شد اصلا رفتیم به فضای شناخت دستگاه های موسیقی. من مقدار نگرانم که برای دوستان هم یک کمی سنگین باشه بس. اگر کارهای کردی بیشتر برای دیگه خواننده های جوان اکثرا آهنگسازی میکنم، کارم ثبت و ضبط موسیقیه و یک تعداد کارهای جدیدم در دست تولید دارم، ولی خب نسبت به سابق انگیزه کمتر شده، کارا تولید شده است آماده است، فقط برای یک وکال نیاز است که خواندن شود و اینها منتشر شود. به خاطر که در متاسفانه ما در بحث نشر موسیقی و در بحث کنسرت خیلی دچار مشکلیم، اگه بخوایم یک مجوز در ایران بگیریم باید چند ماه بدهم و اونم برای یک برنامه. اینا چیزای خوبیه دوست داریم که گفته بشه واقعا، که چرا اینقدر موسیقی ما در ایران محدود هست و در تنگنا هست و هنرمندان اندکی هم داریم و اونا هم در مضایق هستن. یک از دلایلی که تهیه کننده آلبوم تانسوی سمرقند زیاد پشتینه نگرفت که کنسرت گرفته شوه بعد از اولین اجرای ما در تالار اندیشه همین بود که باید چیزی حدود چند ماه، نمیفهمم 6 ماه یا 3 ماه دقیقی رو نمیدانم، باید دوندگی بشه تا اونها آیا اون کسایی که مجوز میدن، مسئولینی که این اجازه را صادر میکنن، آیا اجازه بدن یا ندن، و اگر اجازه بدن برای یک برنامه است. یعنی تمام دوندگی های شما برای 3 ماه به لحاظ هزینه خیلی گران تمام میشه، هزینه سالون، هزینه نوازنده، هزینه
عیاب ذهاب و کل حمل و نقل و همه اینها، هزینه ساون و فیلم و همه اینا خیلی گران تمام میاد. ولی خب دوستان ایرانی نه، این مشکل ندارن، یک دفعه مجوز میگیرن برای کل سالشان. فقط سالن ها و تمام جاهایی که برنامه قرار اجرا بکنن اونا رو مشخص میکنن، اول سال میگن ما در این برنامه رو در اینجا و در اینجا و در اینجا میگیریم و میگیرن و کنسرت هاشون عموما با استقبال مواجه میشه. مشکل دیگه ما که مشکل دیگری که ما داریم این است که وقتی کنسرت میگیریم مردم ها به لحاظ اقتصادی متاسفانه چندان خوب ازشان خوب نیست. خیلی بلیتش اینا ما این مشکل واقعا همیشه با کنسرت های داوود سرخوش داشتیم، هم مشکل مردم هم مشکل مجوز. دقیقا مردم چون به لحاظ اقتصادی مشکل دارن نمیتونن بلیت گران بخرن و خب از اون طرف تهیه کنندم اگر بخواد یک کار حرفه‌ای و مسلکی رو روی استیج ببره هزینه باید هزینه بکنه و اون هزینه برگشت داشته باشه که هیچی. خب یک بازدهی مالی برای خود تهیه کننده و اهالی تیم نوازنده و خواننده و اینا باید داشته باشه که انگیزه پیدا بکنن برای یک جای دیگه، ولی اینها هیچ وقت متاسفانه بازدهی نداشته. اینه که کنسرت در ایران متاسفانه چندان برای خود مردم بازدهی نداشتن، ولی یه شایش گرم برو مستقیم. بله حرفتان یادتون نره، من کنسرت زیاد دعوت شدم، اروپا، امریکا، استرالیا، پاکستان، چی میگن قزاقستان و چند کشور دیگه، ولی چون کارت آمایش داشتم، کارت آمایش خودتان در جریان این که بله شغل من چوپان است استاد، تا چند سال پیش چوپان بودم. ولی به خاطر که کار تمامیش داشتم نتانستم برو، اگه میرفتم خانواده اینجا بود، هزار یک درد سر دیگه و حتی منصرف شدم دیگه، میگن عطا رو به لغا بخشید، چی بود لغا رو به عطا بخشید یادم نیست برای من پیش آمد، وگر نه اگه میرفتم و بازدهی مالی برای من داشت و قطعا پولی که دست من میامد اون آیداتش رو من با خودم به ایران میوردم و همینجا هزینه میشد، همینجا یک ارزاوری بود. در این حال که ما تولید موسیقیمون هم رقم است، یک تیمی از نوازنده های ایرانی و افغانستانی بابت هر پارچه میان با ما همکاری میکنن، مینوازن و حق و زحمه میگیرن و یک استیدیو چراغش روشن میشه، ساعت ها کار میکنه، اقتصادی ولی وقتی میریم میگیم خب ما کار مینیم، این از شغل مینه هست، میگه این تعریف نشده برای شما، شما چوپان انتخاب کنید، نمیخوام رفتگر انتخاب کنید. من امروز امسال تازه موفق شد نوازنده شدم، تا سال آینده ببینیم چی امید خدا شایش ایجاد بشه. خب آقای جعفری دوستان سفارش آهنگ میدن، اگر شما صحبت دیگه ای ما خیلی دوست دارم که بیشتر از صحبت‌های شما بشنویم و حرف‌های بسیار واقعا مهمی است و ارزشمندی است، منتها از اون طرف هم دوستا بعضی‌ها میگن یک آهنگی میگن اون رو هم بخونین بریم و ما هم دیگه کم کم باز حداقل تنوعی هم از این جهت بدیم. نمیدونم کدوم آهنگ بود دوستا گفتن که بخونین، چشمای چیکارت شده چیزی بود، من الان رفته ای آهنگ ها وقتی تبسم می‌کنی مشکلی است که ما شعر هکس نیستم. باید باشه. شما اگه یادتون باشه در سیرجان ما دفترچه کلان در پیشیم بود. بله یادمه. یادش بخیر و سفر شما. بله. یک از مشکلات من همی است. حتی سر یک برنامه بود تالار اندیشه و ما یک دفترچه کلان از شعرهایی که باید اجرا میکردم پیشم بود و یکی از اینا رو کشیدم و کل اینا ریخت روی استیج، یک فکاهی شد برای مردم و کلی خندیدن. بسیار خوب، اگر کوتاه یک چند دقیقه یک اجرای در پایان داشته باشین و باز بعد از اون باز ما ادامه بحث آثار تاریخی بامیان رو میخوام گپ بزنیم انشاءالله و هم صحبت بکنیم. قطعه نوایی نوایی رو که حتما شنیدین دیگه استاد، قطعات مرسانیست یه با دنبوره کسی اجرا نکرده، من میخوایم اجرا کنم. جالبه، بسیار خوب.
من جان دلم جان چین مرغ وحشی من جان دلم چین مرغ وحشی زبامی که برخام ناست دشکر نشیند زبامی که برخام ناست دشکر نشیند بسیار خوب و عالی، تشکر جناب عارف جعفری گرامی. چقدر هم دوستان اینجا تشویق کردم. سید ضیا قاسمی نوشته زنده باد، خیلی عالی. و من بگم سید ضیا که شما آماده باش که یک جلسه هم شما مهمان جلسه ما انشاءالله خواهی بود و توضیح میدم که باز چه رقم هماهنگ خواهد شد. خوب تشکر جناب جعفری گرانقدر. اگه صحبت پایانی داریم برای ما عرضی نیست. خب در اینطور مصاحبه ها معمولا من منتظر سوال هستم که جواب بدم، که خودم چیزی گپی به ذهنم نمیرسه. تشکر از اینکه شب لایو را برگزار کردید، افتخار بود که در خدمت شما باشیم، در کنار شما باشیم و در خدمت سرکار خانم بیات. عرضی نیست دیگه، انشالله که شب خوبی داشته باشیم. افتخار دادین، برای ما بسیار خوب بود و ما امیدوار هستیم که این مزایقی که برای هنر موسیقی ما و همه فعالیت های فرهنگی ما در تمام جهان، حالا مزایقش در افغانستان که الان بیشتر از ایران هم شده، چون یک وقتی ما میدونیم در ایران دست و پا خاطر مجوز و اینا بسته گمی سخت و اینا داخل افغانستان بلیا میرسن اجرا میکردن، الان بینی که بعضی فردا بینی از داخل افغانستان هنرمند ناچار بیه بشه به ایران به اجرا بکنه. ما متاسفانه وضعیت هنر موسیقی در داخل کشورم هیچ وضعیت خوشحال کننده ای نیست. ما امیدوار هستیم که این تنگناها برای هنر موسیقی ما رفع بشه و هنر ما همچنان در اعتلاء باشه به همت شما و امثال شما. سلامت باشین، امیدوارم که این اتفاق بیفته.
خب تشکر، خداحافظی. خداحافظی اگر از شما بکنیم جناب جعفری، اگر تشریف دارید در مکالمه حضور دارین هم خوشحال میشیم، اگر قطع میکنین هم باز و برای ما هست تا کمی که تشریف داشته باشیم و دوستان چهره شما هم ببینن خوشحال کننده است. ولی ما شما رو باز مخیر میکنم، از صحبت های شما استفاده میکنیم. با اجازهتون تشکر از شما. دوستان صفحه آقای جعفری رو میتونن دنبال بکنن، در او پستی که ما گذاشتم و در استوریا که گذاشتم نشانیش هست. خدا حافظ شما. بسیار تشکر از جناب عارف جعفری بزرگوار درباره این مسائل که اینا گفتن و مسائلی که وضعیت موسیقی کشور ما در مجموع داره. خب واقعا صحبت زیاده، منتها من یک کمی بپردازم به بعضی از مباحث دیگری که در نظر داشتیم در این برنامه خدمت دوستان مطرح بکنیم. البته بعضی از گپار هم میگذاریم برای هفته آینده انشاءالله. ما بعضی دوستان سوالاتی داشتن و بعضی نکته های مربوط به هفته قبل بود. دو تا نکته خیلی کوچک اینا رو بگم، فکر میکنم بعضی ما یک قسمتش رو هم باز انشاءالله هفته آینده دارد دنبال بکنیم، چون درباره آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی بامیان مداری برنامه میخواستم صحبت بکنم، اشاره کوچکی خواهم کرد، بقیه رو میگذاریم انشاءالله هفته آینده. دو تا نکته که عرض بکنم، یکی بود که دوستی اشاره کردن که چطور شده که یکی دو برنامه به موضوع ازارجات پرداختیم. ما برنامه کشور خورشیدمان آشنایی با کشور افغانستان هست و به قسمت های مختلف افغانستان سفر خواهیم کرد و از اونجا خواهیم گفت. از هرات گفتیم چند برنامه، از غزنی گفتیم چند برنامه، از ازارجات، بلخ، میریم به سراغ بلخ خواهیم رفت، به سراغ کابل خواهیم رفت، بدخشان خواهیم رفت، به وادی سیستان و هیرمند خواهیم آمد و سعی میکنیم که جاهای مختلف افغانستان، تاریخ و جغرافیا و هنر و فرهنگ و آداب رسوم و زبان و مفاخر را به خدمت دوستان معرفی بکنیم. و یک نکته دیگر رو ما در مورد برنامه قبل عرض بکنم که ما صحبت از هزارجات کردیم، چون اون برنامه هم صحبت از هزارجات شد و این برنامه هم بعضی دوستان نظر داشتن که کلمه هزارجات دقیق نیست و در واقع کلمه خیلی خوبی نیست و بهتر به جای این هزارستان گفته بشه یا غرجستان گفته بشه. در این مورد هم من توضیح رو عرض بکنم که نظرها در این مورد متفاوت هست، منتها غالباً پژوهشگران معتبر این منطقه نظرشون این هست که ما اسم هزارجات رو بهتر هست حفظ بکنیم و دانشنامه هزاره به عنوان مهمترین مرجع پژوهشی در مورد این منطقه قوم هزاره و هزارجات اسم هزارجات رو انتخاب کردن و به کار بردن. بنابراین وقتی که ما کلمه هزارجات رو به کار میبریم، این به این معنی نیست که تخفیفی یا تحقیری در کار باشه، بلکه این اسمی است که بسیاری از پژوهشگران و نویسندگان هزاره حتی معتقدند که ما باید همین اسم رو حفظ بکنیم و این جنبه تاریخی داره، جنبه فرهنگی داره و تغییر اسم خودش باز یک مقدار عوارضی داره. منطقه دو اسمه میشه، اگه دبا او اسم میشناسن، اگه دبا او اسم میشناسن، بعد میبینی بعد مدتی بعد دوباره برمیگردن. مثل کرمانشاه دیگه، کرمانشاه شهری بود در ایران، بعد از انقلاب چون اسم شاه داشت بعضیا گفتن نه کرمانشاه نباشه، باختران کردن اسمش، ولی مردم کرمانشاه راضی نبودن، بعد مدتی پس برگشتن به همون کرمانشاه. اینه که خب بالاخره یک ملاحظاتی حتما بوده که پژوهشگران و محققان هزاره ترجیح دادن که اسم هزارجات رو حفظ بکنن و ما هم همین اسم رو به کار میبریم، هر چند که هر کس ممکن هست این منطقه رو به اسمی بشناسه و ذکر بکنه و خب طبیعتاً هر کس مصلحت خودشو داره. من علت این که اید خواستم توضیح بدم که این که من کلمه هزارجات گفتم این آمدانه بوده، یعنی اینطوری نبود که از روی ناآگاهی بوده باشه. و مورد دیگری رو من در برنامه دنبال بکنم، دوستمان گفتم که دانشنامه هزاره خودش زیر سوال هست. خب بسیار چیزها ممکنه جای بحث داشته باشه، جای نقد داشته باشه، میتونه در مباحث در جایهای علمی در محافل علمی نقد بشه، ارزیابی بشه، دانشمندان و پژوهشگران درباره او صحبت بکنن و جای هر گونه نقد و صحبت و نظری در هر جایی در هر زمینه‌ای طبیعتاً باز است. هر چیزی که آدم انتخاب بکنه و در مورد او صحبت بکنه طبیعتاً ممکنه چالش‌های هم در پی داشته باشه. تلاش ما در این برنامه اینه که تا میتونیم چالش‌ها رو نرم بکنیم، نقاط تیز و زوایایی که بین ما مردم وجود داره اینها رو نرم بسازیم
و سعی بکنیم که بیشتر از منظر توافق، از منظر تفاهم پیش بریم. دوستمون پرسیدن در مورد از امیر خسرو چی نظر دارید؟ امیر خسرو دهلوی یا که بعضی ها میگن بلخی، یکی از شاعران و اهالی موسیقی بزرگ و عرفا در هندوستان بوده، منتها اصالتش را عقیده دارن و در منابع هم آمده که اصالت هزارگی داشته و بسیاری از شاعران، نویسندگان، پژوهشگران که حتی در کشورهای دیگر به سر بردن اصالت اینا به هزاره و هزارجات برمیگرده. از جمله مثلا آخوند خراسانی، دانشمند بزرگ فقه و اصول که در ایران بسیار مطرح است، و بسیار کسان دیگر. خب ما درباره مفاخر هزاره یک جلسه مستقل خواهیم داشت انشاءالله، و در اونجا باز بسیاری از شخصیت‌های بزرگی که از قوم هزاره یا منطقه هزارجات برخواستن خدمت دوستان معرفی خواهیم کرد. من یک اجمالاً اشاره به آثار تاریخی و جاذبه های منطقه بکنم، ولی دیگه کل این معرفی این تک تک این آثار رو میگذاریم انشاءالله به برنامه بعد. یک موضوع رو عرض بکنم که ما دو برنامه هست که مهمان داریم، یعنی در برنامه که در این برنامه هم جناب عارف جعفری بودن. این پیشنهادی بوده که بعضی دوستان داشتن و پیگیری کردن و ما امیدواریم که در هر برنامه یک مهمان هم داشته باشیم. در این مورد باید برای هماهنگی ها و پیگیری های این مهمان از دوستانی که با ما همراهی و همکاری کردن هم تشکر بکنم، به خصوص خانم سمیه سادات نجفی که هم از پیشنهاد کنندگان کل این برنامه های کشور خورشید بودن و هم پیگیر در هماهنگ کردن با مهمان ها و این تیزرهایی هم که ما به صورت استوری منتشر کردم ایشون زحمت کشیدن و ایشون قول دادن که در هماهنگ کردن با دوستان مهمان برای برنامه های بعدی هم با ما همکاری بکنن. و من خوشحال هستم که دوستانی از هموطنان ما، از دوستان ما پا به میدان گذاشتن و این برنامه کشور خورشید را دارن تنوع و غنای بیشتر میدن، هم از مهمان ها هم از کسانی که با پیشنهادهاشون، نظرهاشون و هماهنگی ها و پیگیری هاشون با ما کمک میکنن. و اما هزارجات و آثار باستانی و جاذبه های طبیعی او، در واقع یکی از مناطق توریستی افغانستان میتونه باشه این منطقه عمومی هزارجات. وقتی ما هزارجات میگیم در واقع ولایت های بامیان، اروزگان، دایکندی، بخشی از شمال، سرپل، مثلا قسمتایی از نواحی شمال، قسمتایی از ولایت بغلان، قسمتایی از ولایت چاریکار، قسمتایی از ولایت کابل، بهسود، غزنی، زابل، اروزگان، اینا را هم در بر میگیره. یعنی یک منطقه نسبتاً وسیعی هست که چندین ولایت یا به طور کامل در هزارجات قرار دارن مثل بامیان یا مثل دایکندی، و بعضی ها بخشی از اونها هزارنشین هستن، حتی بادغیس و منطقه غزنی و اینها. در مورد بادغیس من تو گفتم که اقوامی از هزاره در اونجا ساکن هستن، اقوام جمشیدی و اینا. بعضی دوستان نظرشون این بود که اقوام جمشیدی هزاره نیستن بلکه از قوم دیگری هستن. من باز تحقیق کردم، بررسی کردم، دیدم که نظر بر این متنوع نظرها. حالا ما واقعیت اینه که در این موارد بیشتر تلاشمون این هست که به وفاق برسیم، به همدلی برسیم و این مباحث یک روزی به جایی برسیم که ما مردم اصلا به عنوان یک ملت مطرح باشیم و مسائل قومی برای ما فقط جنبه فرهنگی برای شناخت هم دیگر، برای تنوع استفاده، تنوع جنبه های فرهنگ ما داشته باشه. یعنی فرهنگی داشته باشیم متکثر، دارای جلوه ها و جاذبه های گوناگون، مثل یک منشوری که نوری به او خورده و رنگ های متعددی از این پدید آمده و این رنگ های متعدد همه اینا یک نور سفید هستند و ما دنبال اون نور سفید هستیم. به همین خاطر من غالبا تلاش برای دارم که بحث ما از چالش ها به دور باشه و بیشتر در پی وفاق و همدلی باشه. خب بله، دوستمون گفتن آخوند خراسانی از اروزگان بودن، طالب قندهاری خودش هزاره بوده، شعر به پشتو می سروده که این نکته جالبی بود، من نمی دونستم. و
گفتن داود فرخوش و استاد یا کاظم یزدانی رو مهمان کنیم، یک افتخار رو بدن، خیلی خوبه، ما خوشحال میشیم. حالا انشالله دوستان هماهنگی بکنن، خانم نجفی هم که پیگیر بودن در این قضیه، انشالله که بیشتر بتونن ارتباطات برقرار کنن که ما افراد دیگری از هنرمندان، نویسندگان، پژوهشگران و شخصیت های اهل تحقیق و پژوهش رو در اونجا در این برنامه مون داشته باشیم. خب ساعت 11 شد، من دیگه فکر میکنم در این برنامه اصلا بحث آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی رو کلن بگذاریم برای هفته آینده، که البته مهمان هم خواهیم داشت و نیم ساعت، البته صحبت ما دیگه حدود نیم ساعتی خواهد بود، در اونجا خواهیم پرداخت و خواهید دید که چقدر بامیان یا کلن این منطقه، خب مرکزش ما بعد وقتا بامیان میگم به خاطری که بامیان تقریبا دیگه مرکز عزارجات باز حساب میشه، این منطقه چقدر غنی هست از لحاظ جاذبه های طبیعی، از لحاظ تنوع آب و هوا. البته منطقه کوهستانی است، بیشتر کوهستانیه، منتها در اون کوهستان ها بسیار جاذبه ها هست، بسیار آثار تاریخی از قدیم هست، دو تا تندیس بزرگ بودا که متاسفانه نابود شد. من بعضی از این آثار را در این پست اینستاگرامی آخری که گذاشته بودم، چند تا تصویر هم بود، بعضی از این تصویرها رو گذاشتم از طبیعت بامیان، چیز از آرجات، از کوههای بابا، از دره‌های سرسبز و و از آثار باستانی مثل تندیس‌های بودا و شهر قلقله و شهر ضحاک و دیگر چیزهایی که بعد خواهیم گفت، از اژدهای بامیان که خواهیم گفت چی هست، اژدهای بهسود رو خواهیم گفت چی هست و این که چرا اژدهای بهسود فرزند اژدهای بامیان دانسته میشه، اینا چی بودن، واقعا اژدها بودن نبودن، حضرت علی اینا رو کشته نکشته، اینا چیزهای بسیار جالب و جذابی خواهد بود که ما فقط همین قدر اشاره میکنم که برنامه بعدی هم انشالله این مباحث جذاب رو پی خواهیم گرفت. خب مزیاد گرب نزنم، دوستمون گفتم که استاد یزدانی کتابی دارن به نام بامیان سرزمین شگفتی ها، دوستان میتوانند به آن مراجعه کنند. یک کتاب هم آقای جواد خاوری داره که درباره آثار تاریخی بامیان بود، نمیدونم منتشر شده یا نه. آثار پژوهشی بسیاری هست و دانشمندان بسیار مهمی داره این منطقه، قوم هزاره و منطقه هزارجات، که کارهای ارزشمندی کردن در این زمینه، از جمله همین جناب حاج کاظم یزدانی یا حسین علی یزدانی معروف حاج کاظم که پژوهشگر بسیار بزرگی هستن، فرهنگ طوایف و فرهنگ طوایف هزاره را میشون نوشتن و کتابهای دیگری هم دارن، نوشتن تندیس 300 متری خوابیده در بامیان هنوز کشف نشده، خدا کنه این کشف بشه، سالهایی که ما منتظریم، میدونیم یک تندیسای ایستاده رو که نابود کردن، حالا اسمشون هم که بیاریم اینجا وقتی به لایف اسم میاری لایف قطع میشه، به همین خاطر بعد بگیم هم گروه اسمشون عبور در دوره قبلی تسلط بر افغانستان اون تندیس ها رو منفجر کردن متاسفانه، و در اون پستی که من گذاشتم تندیس قبل از انفجار و بعد از انفجار رو نشان داده، درباره اونها صحبت میکنیم. یکی از دوستا گفته که تندیس 300 متری خوابیده در بامیان هنوز کشف نشده، چه بهتر که فعلا هم کشف نشه، چون با توجه به حکومتی که ما داریم باز ممکنه که همین رو هم نابود بکنیم. بنابراین بعضی وقتا به نظر میرسه که آثار تاریخی ما در دل خاک باشه، البته این گپه من با خنده گفتم، ولی واقعیت اینه که یک حقیقت تلخیه که گاهی آدم میگه آثار تاریخی ما کشف نمیشد شاید بهتر بود، و یک زمانی کشف میشد که ما حکومتگرانی میداشتیم که درک و فهم و شعور حفظ این آثار تاریخی را میداشتن. تندیس 300 متری هنوز کشف نشده، تلاش هست که کشف بشه. فرمودن اژدها در پروان هم هست، مثل که چندین اژدها داریم ما. کتاب آقای خاوری گفتن جامعه تره، آقای خاوری مشهد، اما گفتم به این برنامه یک دعوتی بکنیم ایشون رو و حضور داشته باشن، گفت من مسافرم و این بروبر میرم، حالا اگه بتونیم یک مقدار پیگیرتر بشیم ایشون رو دعوت بکنیم. بله آقای زیاجان قاسمی نوشته کتاب های خاوری با نام شگفتی های بامیان منتشر شده و کاریس عالی، یادمه تقریبا در سالهای 88 و 87 که آقای خاوری در
افغانستان بود سفر کرد به بامیان و کلی آثار تاریخی و شگفتی های بامیان را ایشون تحقیق کرد، عکس گرفت، پژوهش کرد در مورد او و از اون زمان مشغول این کار بود. بسیار کار کرده آقای محمد جواد خاوری درباره شهر ضحاک، شهر غلغله. بله من اینا یادداشت کردم که درباره اونا صحبت بکنیم. چهل برجه یکاولنگ، آه گفتن یک چوشه اجده هم در قریه سرپل و لسوالی یکاولنگه. آه این اجده ها قضیهش اینه که یک سنگایی هست و اینا شکل انگار کسی فکر میکنه یک اجده شباهت داره به اجده، یک سنگ درازی هست مثلا که غالبا هم رسوبات آهکی بوده، چشمه های از دل سنگ بیرون میایه، بعد رسوبات آهکی داره. این رسوبات به مرور زمان که رسوب میکنه یک حالت بافتی شبیه این میده که یک اژدهای اینجا مرده باشه، یک حالت بافتی که میده. بعد در باور مردم اینه که اینا اژدهایی بوده که حضرت علی و ذوالفقار زدن و ایره کشتن. حالا ما قصه هایی که مردم چی عقیده هایی دارن در مورد که حضرت علی بند بربر به تعبیری یا بند امیر رو بستن و اصلا اسم بند امیر از اسم حضرت امیرالمومنین آمده، در هفته آینده انشالله خواهیم گفت. گفتن اجده ها در دره صوف پاسی مملکت شد، مملکت اجده ها گذاشت از اینکه اجده ها ما داریم که مملکت رو چور و چپاول کردن. خب دیگه چند دقیقه هم از 11 گذشت و انشالله هفته آینده باز بحث ادارجات رو دنبال خواهیم کرد. این دفعه دیگه قول میدم که بحث آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی ادارجات رو در اون برنامه خدمت دوستان مطرح بکنیم، یک مهمان هم داشته باشیم. حالا مهمان چه کسی خواهد بود دیگه باید ببینیم که کدوم یک از دوستان آمادگی دارن. فعلا که خانم نجفی هم پیگیر هستن که این برنامه رو ما هر جلسه یک مهمان داشته باشیم. خب دوستان عزیز اگر گفتنی و نکته‌ای دارن بفرماین، وگرنه ما کم کم برنامه رو ختم بکنیم. تشکر بکنیم از جناب عارف جعفری بزرگوار به خاطر اینکه در این برنامه ما شرکت کردن. بله میگه ضیا قاسمی قبول داره، بسیار عالی. زیا کتاب خوبی هم داره منتشر کرده، شاعر توانایی هم هست، رمان بسیار خوبی اخیرا منتشر کرده و انشالله هفته آینده هم برای ما شعر بخونه هم درباره رمان جدیدش با عنوان وقتی موسی کشته شد برای ما صحبت بکنه. یکی از چهرهای بسیار موفق و توانای شعر امروز افغانستان سید محمد ضیا قاسمی. خب دوستان عزیز کم کم خداحافظی بکنیم. جناب عباس حسین نژاد گرانقدر دوست شاعر توانای ما خوش آمدید، ولی لحظات خداحافظی هست و به هر حال برای ما همین که شما دقایقی هم به ما پیوستید مایه مباهات بود. دوستان اگر نکته ای ندارن تشکر میکنم از همه بستگان، اقوام، خواهر عزیز ما میری جان، دختر امهای عزیز، دختر اموی عزیز و همه اقوام و بستگان و دوستان. نوشتن کتاب های علی احمد کوزات منابع مهمی است. بله درباره آثار تاریخی بامیان مخصوصا دره ککرک و بودا و اینا غالبا دیگه استناد میشه به آثار کوزات. درباره دره ککرک صحبت خواهیم کرد، درباره تندیس های بودا خواهیم صحبت کرد و بسیار چیزهای خوبی خواهد بود انشاءالله در برنامه بعد و برنامه دیگری هم احتمالاً باز به مفاخر این منطقه خواهیم پرداخت. تشکر از همه دوستان، خدا حافظ همگی.